این ویدیو ما برای کسایی که برای اولین بار به ترکیه مهاجرت میکنن و اقدام به اقامت میکنن. گلوبال کادرو. اگر برای اولین بار به ترکیه مهاجرت میکنید و جهت اخذ اقامت میخواید اقدام بکنید، این ویدیو برای شما ساخته شده. اگر قبلا در ترکیه حضور دارید، اگر دوستانی دارید که میخوان به ترکیه مهاجرت بکنن، حتما این ویدیو رو براشون بفرستید. نکات خیلی مهمی وجود داره که قبل از مهاجرتتون، یعنی زمانی که در ایران هستید، باید اینها رو به گوش شما برسونیم و برای اخذ اقامتتون اینها رو رعایت بکنیم. نکته اول، وقتی که اقدام به تصمیم مهاجرت میکنید، حتما پاسپورتتون بالای یک سال اعتبار داشته باشه. توجه داشته باشید، اگر پاسپورت شما اعتبارش کمتر از یک سال باشه، وقتی در ترکیه اقدام به اقامت میکنید، به میزان مهلت اعتبار پاسپورتتون بهتون اقامت داده میشه. بنابراین بالای یک سال داشتن اعتبار پاسپورت اولین نکته کلیدی و مهم هستش. نکته دوم، همراه داشتن برخی از مدارکی هستش که شما فکر میکنید در ترکیه و در خارج به چه درد من میخوره. شناسنامه و عقدنامه شما جزء این مدارک است. برای اخذ اقامت، زمانی که اقدام میکنید به تحویل مدارک، این مدارک رو باید اصلش رو از کنسولگری ایران ترجمه کنید و برای اداره مهاجرت ترکیه ارائه بکنید. توجه بکنید، دوم بلگسی که گفته میشه در ایران همان شناسنامه است. برخی از هموطنان ما برای گرفتن دوم بلگسی یا گواهی تولد به بیمارستان محل تولدشون در ایران مراجعه کردن گاهی، در حالی که شناسنامه شما به عنوان مدرک تولد شما کافی هست. علاوه بر شناسنامه و عقدنامه و پاسپورت بالای یک سال اعتبار، شما مدارک دیگری رو لازم دارید که اونها رو در ترکیه میتونید تهیه بکنید، از جمله شماره مالیاتی و گرفتن راندبو و سایر موارد. نکته بارز و بسیار حائز اهمیت این هستش که حتما موقع اقدام کردن برای گرفتن وقت اداره مهاجرت، باید آدرس ثبتی در ترکیه داشته باشید، یعنی ملکتون رو اجاره کرده باشید. اگر برای مدت 3 ماه زمان دارید برای اقدام به اقامت یا حتی تصمیم گیری، پیشنهاد ما برای شما این هستش که عجله نکنید برای گرفتن راندوو و وقتی تصمیمتون قطعی شد اقدام به گرفتن راندوو بکنید. ولی اگر تصمیمتون قطعی است، از همان روزهای ابتدایی 90 روزتون میتونید راندووتون رو اقدام بکنید و برای گرفتن وقت از اداره مهاجرت اقدام بکنید. حتما توجه داشته باشید که زمانی که راندوو میگیرید، بعد از آن از ترکیه خارج نشوید تا کارت اقامتتون رو دریافت بکنید. در پاره ای از موارد افراد مراجعه میکنن، راندوو میگیرن و از ترکیه خارج میشن که وقتی برگشتن کارت اقامتشون آماده باشه. کسانی که از ترکیه خارج میشن، از دید اداره مهاجرت نیاز به اقامت ندارن و اقدامشون برای اخذ اقامت ابطال شده تلقی خواهد شد. گرفتن اجاره منزل در زمانی که تصمیمتون قطعی شده و داشتن اجاره نامه یکی از مدارکی هستش که حتما برای اخذ اقامت موقع مراجعه به اداره مهاجرت به اون نیاز خواهید داشت. اگر مایل باشید میتونید سوالات خودتون رو از کارشناسان ما زیر این پست کامنت بفرمایید. گلوبال کادرو.